سلام، با خبرهای ساعت 6 شام خوش آمدید. شنبه 6 جوزای 1396 خورشیدی برابر است با 27 می سال 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، پیوستن به صلح در ماه رمضان، فراخوان رئیس جمهوری به طالبان، ستون پنجمی ها عامل افزایش تلفات نظامیان کشور، انتقاد باشندگان کابل از حکومت به خاطر مراقبت نکردن ارزش های ملی. با جیب زدن صدها میلیون افغانی مالیه از سوی شرکت های معدنکار و پایان اعتصاب غذایی هزاران زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل. من سعید فرید سنایی تا نیم سال دیگر میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی در پیامی به مناسبت ماه مبارک رمضان از مخالفان مسلح خواسته که دست از خشونت بردارند. در همین حال شمار از عالمان دین نیز میگویند جنگ کنونی در کشور جواز ندارد و لازم است به مناسبت فضیلت همین ماه گروه های حراس افغان دست از خشونت بردارند. رمضان ماهی که مسلمانان در آن به تزکیه نفس میپردازند. به مناسبت همین ماه رئیس جمهور محمد اشرف غنی از مخالفان مسلح خواسته است که دست از خشونت برداشته و بر روند گفتگوهای صلح حاضر شوند. زده افغانستان ده اسلامی جمهوریت لطول مسلح مخالفان وقتنه کهوم زده ده مقدس میشتی عزت ده وساتی او ده افغانستان ده خلکو ده صلح او روغ جوله آواسته ده لبای کو. در نخستین ساعت‌های همین ماه حمله انتحاری در ولایت خست افغانستان جان شمار از شهروندان کشور را گرفت، کاری را که عالمان دین برخلاف آموزه‌های اسلامی می‌دانند. مسلمان برادر مسلمان است. مسلمانان نباید به هم دیگر آسیب برسانند، ضرر برسانند، با هم دوست باشند و بینشان محبت و مودت و دوستی برقرار باشند. به باور عالمان دین ماه مبارک رمضان ماه گذشت از بده ها و پا گذاشتن بر دنیای نیکوکاری است و لازم است کسانی که خود را مسلمان می دانند دست از خشونت بردارند. الله به زمان پا دی ملک یو امنیت راولی، یو اتفاق براولی، خصوصا هغه دوستان چه دوی همیشه در جنگ پا مرکز که ولر دی او لحاظه دوی دی جنگ تا لمن ولی دی دو غوی تم دا توصیه کهو چه دی مبارک میاشتی د حرمت په خاطر باندې دی احترام وکړه. عالمان دین میگویند یکی از فضایل ماه مبارک رمضان نزول قرآن کریم برای مسلمانان است، کتابی که در آن کشتار انسان به گناه جواز ندارد. رمضان ماه نزول قرآن و رحمت خداوند بزرگ است. عالمان دین میافزایند ماه رمضان ماه مغفرت از گناهان و بردگی نفس است که انسان باید عدل و مساوات را در همین ماه پیشه کند. افزون بر آن، آنان تأکید میکنند که باید در این ماه از افراد نادار باید دستگیری شود. شگوفه صدیقی گزارش میدهد. رمضان ماه مهمانی بندگان خدا نزد پروردگارشان. در این ماه افزون بر نزول قرآن کریم، خداوند متعال مزایا و برکتهای دیگری را نیز بر مسلمانان نازل فرموده است. علمای دین این ماه را ماه رحمت دانسته و تأکید میکنند که در این ماه نباید از خشونت کار گرفته شود. ماه مواسات و همدردی هست، باید ما با مردم همدردی کنیم، نباید در این ماه از اندکترین خشونت کار بگیریم. یکی از فلسفه های بزرگ ماه رمضان همدلی با افراد نادار در اجتماع و ترک بردگی نفس دانسته می شود. ثروتمندان، سرمایه داران، اونهایی که واقعا دست بازی دارد در این ماه، بهترین عمل این است که برای فقرا کمک بکند. افزون بر آن، در ماه رمضان از ریا، دروغ و غیبت باید به گونه جدی پرهیز شود و مسلمانان باید به اعمال نیکو مبادرت ورزند. توسط روزه از گناه ها انسان پوشانیده می شود و به سبب بزدی نیز از آتش جهنم پوشانیده می شود. و پروردگار می فهمد که الصیام لی و انا اجزی به، صوم از من است، من پاداشش می دهم. یعنی ملائک در اینجا دخیل نیست. چرا روزه یک عملی است که در این ریا، سمعت، هیچ نوع خرابی ها در این وجود نداره. این ماه در روایت های اسلامی ماه خدا و مهمانی امت پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم دانسته می شود و خداوند متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی پذیرایی می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است. هر کس این ماه را روزه بگیرد خداوند همه گناهان وی را می بخشد. شماره از شهروندان از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان شکایت دارند. به باور پایتخت نشینان نبود بازنگری از قیمتها از سوی حکومت در بازار کشور سبب شده است تا بهای مواد خوراکی از سوی تاجران به گونه خودسر افزایش داده شود. همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی افزایش می‌یابد، کاری که در کنار گرما دشواری ماه رمضان را برای شهروندان کشور دوچندان میکند. روزه که هر شای قیمت کیگیه در بعد دولت نمی خوری چه هر سه ارزانشی که مناسب قیمت باندی هر سه خرچ چی. پایتخت نشینان از حکومت میخواهند که در این ماه بهای مواد خوراکی را کنترل کند. هر شی که قیمتون بس باشی حکومت نشته چه کنترل رو که عوام خودی زید الله مال شی. باور پایتخت نشینان ناداری و بیکاری سبب می شود تا بسیاری ها در این ماه مواد خوراکی لازم را نتوانند خریداری کنند و نیاز است تا حکومت توجه جدی را به شهروندان نادار نماید. او دلته بیکاری ډیره ده، فقر و بیکاری ډیره ده. نو باید د ریټون ډیر کم کی او چې باید هر خلک کولای شي چې ده خوراکی شین ارزانه واخلي. عالمان دین نیز از شهروندان کشور می خواهند که در این ماه کمک به خانواده های فقیر را فراموش نکنند. پیامبر گرامی اسلام می فرماید شما در ماه مبارک رمضان به دعوت و مهمانی خداوند دعوت شدید. نفس کشیدن شما روزداران مسلمان در ماه مبارک رمضان ثواب تسبیح دارد. به باور عالمان دین مسلمانان باید در این ماه دست نوازش دراز کنند، کینه و کدورت ها را فراموش کرده و به برادران و شهروندان به بضاعتشان دست یاری دهند. حکومت میپذیرد که افرادی از درون نظام بر ضد آن فعالیت می کنند و هراس افغانان را یاری می رسانند. وزارت دفاع ملی انجام چندین حمله طالبان بر پایگاه های ارتش را در روزهای پسین وابسته به این نفوذی ها می داند. اما اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان نظامی با انتقال از رهبران حکومت از آنان می خواهند که به زودی این افراد را شناسایی و به کیفر برسانند. احمد شکیب محمدی گزارش می دهد. پایگاه های ارتش در تیرس طالبان، جنگجویان طالب در روزهای پسین چهار حمله مرگبار را بر پایگاه های نیروهای ارتش در کشور انجام دادند. در این حمله ها که در ولسوالی های شاه ولیکوت و میوند قندهار رخ داده است، بیش از 50 سرباز ارتش کشته شدند و بیش از 30 سرباز دیگر زخم برداشتند. چهار سرباز هم در اسارت طالبان در آمدند. در جنگ های تروریستی و گوریلایی این مسائل وجود می آید، ولی شما طوری که می دانید در ولسوالی شاه ولیکوت بر علاوه از اینکه ما جانفشانی کردیم بر گروپ های تروریستی تلفات بسیار زیادی رو وارد کردیم. باورها بر این است که انجام این گونه حمله ها بدون همکاری نفوذی های دشمن از درون نظام ناممکن است. ایره من رد نمی کنم، ولی اکنون اردوی ملی مصمم است که در برابر همه از این گونه ها که یقینا در افغانستان در بود کشور ادامه داره ما مبارزه میکنیم. کسایی که به گروه های حراس افغان مربوط هستند توانستند داخل نظام جای بگیره که در هیچ شکی نیست. پیش از این فرمانده پلیس قندهار نیز بر وجود برخی از حلقه ها در درون نظام که بر ضد حکومت فعالیت میکنند تاکید ورزیده بود. در مرکزی حکومت کاری و سم به دیگر تا دید اقا وقت مختبه در شهی تصادفی پیرسوی ندید در تجبیقی در وقل و سم در پراسروان زبان سیمی و جنگل مکرری پیانی ما کشم کنید پیانی ما به نام کیر رسکید او دای خپل خل نه وای خپل شهرونه وای پکلو پکلو. با این هم ضعف رهبری در نیروهای دولتی از عوامل دیگر پیروز شدن حمله های طالبان بر نیروهای دولتی دانسته می شود. نبودیت مدیریت سالم در حوزات و ولایت ها و ولسوالی هایی که به اصطلاح دولت در اونجا تشکیلاتش فعال است
عدم کم مدیریتی و به امکاناتی به اصلاح قوای دفاعی افغانستان است. ولی چرا حکومت نفوذی های دشمن را شناسایی و به کیفر نمی رساند؟ هنوز تصمیم گیری ها در مسائل بالای ملی تصمیم های ملی نیست، به این معنا که هنوز بحث شمال مطرح است، بحث جنوب مطرح است و هنوز احزاب مطرح است و گروه ها مطرح است. منافع متضاد در درون نظام وجود داره. با این همه تغییر رویکرد جنگی طالبان در برابر نیروهای دولتی بسیار خطرناک دانسته شده و آگاهان نظامی خواهان اقدام تغییر راهبرد جنگی دولت در برابر مخالفان مسلحش است. ارتش ملی برای بازپسگیری ولسوالی سنگین هلمند عملیات تازه را راه اندازی کرده است. مسئولان محلی هلمند هدف این عملیات را پسراندن طالبان از این ولسوالی راهبردی می‌دانند، اما باشندگان هلمند می‌گویند حکومت به جای آغاز عملیات در ولسوالی سنگین این عملیات را باید در اطراف شهر لشکرگاه راه اندازی می‌کرد. نظامیان کشور برای بازپسگیری ولسوالی سنگین در شمال هلمند عملیات نظامی را راه اندازی کردند که نظامیان آمریکایی نیز با نیروهای ارتش ملی در این ولسوالی همکاری میکنند. سنگین ولسوالی ته نوی د ملی اردو تعلیمی کنډکټ مکمل تعلیم تربیه ختم سره د سنگین ولسوالی د امنیت پراخوالی لپاره دلته راغلی دی او نن دریم ورځ چې موږ عملیات په ډیر کامیاب توګه مخته روان دي. اما نهم می شود که طالبان خود را به حومه های شهر لشکرگاه مرکز هلمند رساندند و هنوز هم شبانگاه باشندگان این ولایت گواهی نبرد سنگین از سوی مخالفان مسلحند. اکنون باشندگان هلمند می گویند به جای انجام عملیات در ولسوالی سنگین این عملیات باید در اطراف لشکرگاه را اندازی شود. دغه و میشت به کیږي اته میشت دغه طالبان جګړه شروع کړه ده، نو وسم پر هغه رقم سر ناسي ولسوالی لارې بندې دي، د مرجی لار د چوه سغه تر منډي پر خلک سی ورازي ډېره په سختۍ کې دي. بیخي بس پر مرمۍ ورځو ورځ دا خو دغه رقم ژوند خو بیخي د پروش کړل کښتونه په خدای زموږ د ولایت. اما والی هلمند آغاز این عملیات در ولسوالی سنگین را عامل برای کاهش فشار طالبان بر لشکرگاه میداند. من غواړو چې د سنگین نه جنگ ویسو، د لشکرگاه نه جنگ د سنگین خواته ویسو او د لشکرگاه د شاوخوا نه جنگ نورو سیمو ته ویسو. نو هماغه ده چې من غواړو په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې د من قوتونه دي هغو تصفیوي عملیات سرته ورسي او دښمن هلته بخت وساتي او د لشکرگاه ښار ولسونه په ارامه شول. فعالان مدنی نیز خواهان اولویت‌دهی به تامین امنیت اطراف شهر لشکرگاه هستند. که اراده لري نو خود جنگ شاوخوا د ښار پر څوکو را ګرځېدلې دي، باید د دغه ځای څخه جنگ پیل سي او د شاوخوا د ښار ساحه باید فراخ سي او ټولې اوس زموږ سټیج د فاره نږدې ناوه مرجع باباجی دا ولسوالي باید فاک سي. هنوز هم شش ولسوالی به گونه کامل در ولایت هلمند زیر تصرف طالبان است و نیروهای امنیتی کشور تلاش می‌ورزند با راه‌اندازی عملیات‌های نظامی از تحرکات طالبان در این ولسوالی‌ها جلوگیری نمایند. حکومت باید برای تلقین حس وطن دوستی میان شهروندان کشور از ارزش‌های ملی به گونه درست نگهداری نماید. شماره از باشندگان کابل با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان شهرداری کابل در حفظ و نگهداری پرچم‌های ملی برافراشته شده در سطح شهر و ویژه پل کدسنگی وضعیت این پرچم‌ها را بسیار خراب می‌دانند. شکیب مولی‌زاده با شرح بیشترین خبر. پرچم هویت ملی و نمادی از آزادی و استقلال یک کشور است. اینجا بر فراز پل کدسنگی در هر طرف 19 پرچم کشور به منظور یادبود از سالروز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیای کبیر برافراشته شده است. اما این پرچم ها با وضعیت ناگواری که از اثر تابش آفتاب و آلودگی هوا پیدا کردند بیشتر به پارچه کهنه و پاره پاره شبیهند تا پرچم. مردم به خاطر یک پایداری و نمزو جان عزیز خود از دست میدنه، اما ای که این قسم نگهداری میشه کس برش امنیت قائل نیست، این موضوع مورد انتقاد شهروندان کشور قرار گرفته و آنان مسئولان شهرداری کابل را به بی‌پروایی در حفظ و نگهداشت این پرچم ها متهم می کنند. بیرق‌ها را باید که 3 ماه در 3 ماه، 4 ماه در 4 ماه توجه بکنند، بیرق‌ها را درست اساس پس نو بسازند. به چی حال فارسی در چی مانا دارد اینجا؟ باورها بر این است که حکومت باید برای ایجاد دیوار مستحکم در برابر دشمن و تلقین روحیه وطن دوستی در میان شهروندان کشور از اصلها و ارزشهای ملی به ویژه پرچم ملی به گونه درستان نگهداری کند.
وجود بیرقا و یا پرچم ملی افغانستان در روی خیابان ها میتونه یکی از نمادهای بسیار خوبه برای میهن پرستی و وطن دوستی باشه. از این لحاظ حکومت افغانستان باید حداقل توجه بکنه به پرچم های ملی افغانستان. با آنکه برافراشته بودن پرچم ملی در هر گوشه و کنار جغرافیای کشور احساس غرور و سربلندی به شهروندان کشور میدهد، اما انتقاد بنیادی این است که در بیشتر موارد این هویت ملی نادیده گرفته میشود. در هفته روان کمیسیون های مستقل انتخاباتی تصمیم نهاییشان را در مورد برگزار شدن یا نشدن انتخابات پیشرو در سال روان بیان خواهند کرد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید در صورتی که حکومت به زودی بودجه انتخابات پیشرو را تأمین نکند، برگزاری انتخابات در سال روان ممکن نخواهد بود. امید دولت‌زئی با شرح بیشتر. در این روزها تنش میان کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی و حکومت بیشتر شده است. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از نهایی شدن تصمیم این کمیسیون‌ها در مورد انتخابات پیشرو در هفته روان خبر می‌دهد. برای کمیسیون در هفته جاری البته یک نشست ویژه را خواهد داشت و ما مطمئن هستیم که تصمیم نهایی خود در عرصه رهبری خواهد گرفت. آقای وریماج به این باور است که اگر انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها در سال روان برگزار نشود، حکومت وحدت ملی با مشکلات بیشتر سیاسی روبرو خواهد شد. در صورتی که بودجه در به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگیرد و امنیت تامین نشود، دشوار است که ما بتوانیم انتخابات تدویر بکنیم. مسئولان حکومت از آمادگی هایشان برای تامین بودجه و امنیت برای برگزاری انتخابات پیشرو خبر می‌دهند. منابع مالی و امنیت انتخابات مسئولیت حکومت است که اقدامات انجام شده. وزیر صاحب مالیه و وزیر صاحب داخله در مورد تمویل مالی و امنیت انتخابات کاملا آمادگی دارند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات با فرستادن طرحهایش به حکومت از دیر زمان منتظر تامین بودجه برگزاری انتخابات پیشرو در کشور است. در حالی که مسئولان این کمیسیون بودجه برگزاری انتخابات پیشرو را تا 220 میلیون دلار تخمین کرده اند. خبرهای اقتصادی لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. شرکت‌های خصوصی معدنکاری صدها میلیون افغانی پول مالی وزارت معادن و پترولیم را به جیب زدند، اما این نهاد در گردآوری آن با چالش‌های جدی روبرو است. مسئولان این نهاد چالش‌ها را در این زمینه پذیرفته و می‌افزایند تا یک ماه آینده به شرکت‌های بدهکار فرصت می‌دهند تا بدهکاریشان را بپردازند. مسئولان وزارت معادن و پترولیم میپذیرند که از دو سال به این سو نتوانستند درآمدهای این نهاد را از شرکت‌های خصوصی گردآوری کنند. هرچند این مسئولان رقم دقیق بدهکاری شرکت‌های خصوصی را فاش نمی‌سازند، اما اطمینان می‌دهند که تا یک ماه دیگر این مشکل را برطرف می‌کنند. یک کمیسیون قبلا توظیف شده بود که اونا را پر خود ترتیب کردن و لیست شرکت‌هایی که قرضدار هستند وزارت معادن تمامش ترتیب شده و بعدا فعلا یک کمیسیون بدیل ما ترتیب کردیم که اونا مکمل محاسبه میکنن تا ما شرکت به شرکت بفهمیم که اونا قراردادشان هم را وزارت معادن چی بوده، مقروضیت‌هایشان چند بوده. در دو سال پسین تمام قرارداد وزارت معادن و پترولیم با شرکت‌های خصوصی به دلیل ناکارایی مسئولان این نهاد و فساد در قراردادها از سوی شورای عالی اقتصادی متوقف شده است. اکنون مسئولان بخش خصوصی از حکومت می‌خواهند به زودی به این مشکل رسیدگی نمایند. در غیر آن بیش از 200 شرکت معدنکاری با سقوط روبرو خواهند شد. خود وزارت متحد است، دولت متحد است که امی پروسه را از تدارکات می‌کشند و این پروسه را ساده می‌سازند. اگر عمده‌ترین مشکل ما مشکل قرارداد است که تقریبا دو سال میشه که قرارداد ها بند است، اگر این حل شود انشالله 50% مشکل ما حل میشه. بیش از یک سال میشد که وزارت معادن و پترولیم از سوی معاونان وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم اداره میشد، اما نزدیک به یک ماه است که رئیس جمهور غنی سرپرست تازه‌ای برای رسیدگی به چالش های این نهاد گماشته است و قرار است به زودی برای رأی گرفتن به حیث وزیر این نهاد به مجلس نمایندگان معرفی شود.
و هیچ گونه مشکل فنی و فساد در توزیع بل صرفه های برق در ولایت هرات وجود ندارد. هیئتی که به منظور بررسی مشکل صرفه های برق از کابل به هرات سفر کردند، یگانه دلیل افزایش پول صرفه های برق را در این ولایت در آزاد بودن روند میترخانی و همچنان تأخیر در پرداخت پول صرفه های برق از سوی مشترکان دانستند. سرانجام پس از 4 روز هیئت اعزامی از کابل نتیجه بررسی هایشان را در مورد مشکل برق هرات اعلام کردند. بر بنیاد بررسی های این هیئت که از 500 متر و صرفیه های برق انجام شده است، نشان می دهد که هیچ گونه مشکل فنی و فساد در اداره برق هرات وجود ندارد و دلیل افزایش پول صرفیه های برق هم به درازا کشیده شدن دوره های میترخانی و باقیداری مشترکان برق بوده است. مشکلی که ما ارزیابی کردیم در بین 518 قطبل 42% مبلغ افغانی که برای ازی آمده ای از باقیات دورهای گذشته بوده. از سوی هم بررسی هیئت اعزامی از مرکز با واکنش های تند نمایندگان مردم هرات در شورای ملی روبرو شده است. شماری از نمایندگان میگویند این هیئت جانبدارانه عمل نموده و از اصل معضل برق چشم پوشی کرده است. این موضوع بالاتر از ایراد میدانم، این در سطح یک اختلاس بالا در سطوی کشور میدانم. بعد این بررسی شد که این مال بیت المال، این فرزن این حق مردم ایراد، حق مردم افغانستان، این به اختلافی صورت نگیره. مسئولان محلی در هرات میگن تا هنوز نتیجه بررسی های هیئت فرستاده شده از مرکز به آنان نرسیده است. تاله گزارش هیئت به مقام محترم ولایت نرسیده. در صورتی که برای سمایل مطالعه میکنیم با اخشار مختلف شریک خواهیم ساخت. در صورتی که قناعت شهروندان حاصل نشده باشه طبیعتاً با مقامات مرکزی شریک خواهیم ساخت و پیگیری موضوع خواهیم. در یک ماه پسین مشترکان برق در هرات بارها در برابر ساختمان ولایت و اداره برق هرات راهپیمایی کردند. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه، اما قبل از آن باز هم خوش آمدید. رسانه های امریکایی گزارش دادند که داماد رئیس جمهوری این کشور از سفیر روسیه خواسته است تا یک خط ارتباطی مسئول میان کاخ سفید و کاخ کرملین برقرار کند. بر بنیاد گزارش ها فشارها بر اداره دونالد ترامپ در پیوند با روابطش با روسیه افزایش یافته است. به گونه ای که چند روز پیش پلیس فدرال امریکا تحقیقات خود از جارد کوشنر داماد آقای ترامپ را آغاز کرده است. آقای کوشنر از سرگلی کلسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن خواسته بود تا زمینه ارتباط مستقیم میان کاخ سفید و کرملین را فراهم کند. با فرا رسیدن ماه رمضان ارتش عراق عملیاتی را برای بیرون راندن گروه موسوم به دولت اسلامی از آخرین نواحی زیر تصرف آنها در موصل آغاز کرده است. بر بنیاد گزارش ها پیکارجان گروه موسوم به دولت اسلامی هنوز هم بر بخش مرکزی شهر قدیمی موصل و 3 منطقه در ساحل غربی دجله حاکمیت دارند. دولت از غیر نظامیان خواسته تا از مناطق زیر تصرف گروه داعش خارج شوند، اما گزارش ها از کشتار غیر نظامیانی که در سرد فرار از این مناطق هستند منتشر شده است. بیش از 1000 زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل به اعتصاب غذایی خود پایان دادند. بر بنیاد گزارش ها این گروه از زندانیان نزدیک به 6 هفته در اعتصاب غذایی بودند. بخش خدمات زندان اسرائیل گفته که این اعتصاب پس از توافق به دست آمده با صلیب سرخ و دولت خودگردان فلسطینی پایان یافت. گفته شده است که 18 زندانی برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. و از سر درگیری میان نیروهای دولتی و پیکارجان مخالف در شهر ترابلس لیبیا دست کم 30 تن کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها گروهی از پیکارجان مسلح امروز به نیروهای دولتی در شهر ترابلس حمله کردند که همچنان سبب زخمی شدن 130 تن دیگر گردیده است. از سوی دیگر جنگنده های مصری نیز در واکنش به حمله انتحاری دیروز که مسیحیان قبطی را آماج قرار دادند، مواضع پیکارجیان در لیبیا را آماج قرار دادند. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود.
و این هم چند خبر از جهان ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قرار است قبل از بازی در برابر تیم ملی فوتبال کمبودیا روز سه‌شنبه 16 جوزای سال روان در دیداری تدارکاتی در شهر دبی به مصاف تیم ملی فوتبال مالدیو برود. ملی پوشان افغانستان در نخستین دیدار راهیابیشان به جام ملت‌های آسیا در برابر ویتنام 1-1 به تساوی رضایت داده بودند. دو تیم فوتبال بارسلونا و آلوس در چهارچوب رقابت‌های دور نهایی جام حذفی امشب در ورزشگاه وسنتا شهر مادرید به مصاف هم خواهند رفت. آبیانی‌های بارسلونا شانس داشتند تا در لیگ قهرمانان اروپا قهرمان شوند، اما با شکست در برابر یوونتوس از این جام کنار رفتند. بارسلونا در رقابت‌های لالیگا نیز با تقابل در برابر ریال مادرید موفق نشد تا خود را به قهرمانی برساند و جام کوپا دل ری تنها جامی است که آبیانی‌ها فرصت دارند تا در این فصل آن را از آن خود کنند. و تیم‌های بسکتبال کلیولند کاوریز و بوستون سلتیکس در دیدار جذاب رقابت‌های کنفرانس شرق لیگ برتر بسکتبال آمریکا موسوم به NBA دیشب به مسابقه هم رفتند. در این دیدار مهم و سرنوشت‌ساز شاگردان کلیولند با غلبه 135-102 توانستند حریفشان را سلتیکس را از پیش رو بردارند تا برای بار سوم به مرحله نهایی رقابت‌های NBA خودشان برسند. کلیولند با پیروزی شیرین در برابر حریف در دور نهایی این رقابت‌ها به مسابقه گلدن استیت خواهد رفت. و این هم وضعیت هوایی فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. با پایان سرویس خبری ساعت 6 رسیدیم. تا آد و عبادت همه تان درگاه قبول حق. خدا نگهدار.